سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیروزی هستم دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در جام ملت‌های آسیا با برتری یک بر صفر ایران به پایان رسید. تنها گل بازی را سردار آزمون به سمر رسان. تیم ملی ایران که در دیدار قبلی خود بحرین را دو بر صفر شکست داده بود با پیروزی بر قطر تعداد امتیازهایش را به شش رسان و راهی مرحله بعد شد. این بازی با حضور حدود 23 هزار نفر در ورزشگاه سیدنی برگزار شد که اکثرشان تیم ملی ایران را تشویق می کردن. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از ارائه طرحی در مجلس توسط نمایندگان خبر داده که بر اساس آن اگر غربی ها در زمینه تحریم ها گام جدیدی بردارند ایران فناوری هسته ای را در هر درجه ای از غنیسازی ادامه خواهد داد به هشدار داده دشمنان تصور نکنند با روحیه تاجر معابانه می توانند کلاهبرداری سیاسی کنند درجه غنیسازی اورانیوم توسط ایران از موارد اصلی اختلاف میان جمهوری اسلامی و قدرت های جهانی در مذاکرات هسته است به گفته کارشناسان غنیسازی اورانیوم در درجات بالا می تواند به ساخت سلاح هسته ای منجر شود اما جمهوری اسلامی همواره تاکید می کند چنین تصمیمی ندارد نخستین دور مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو به پایان رسید. مذاکرات ژنو پیش درآمدی است برای مذاکرات گروه پنج به علاوه یک که یک شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز چهارشنبه 24 دی آغاز شده بود و تا پاسی از شب ادامه داشت. این مذاکرات در چارچوب مذاکرات هسته‌ای برای تعیین نقشه راه ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین سرعت بخشیدن به این گفتگوها انجام گرفت. طرفین بر سر حجم غنیسازی اورانیوم، جدول زمانی لغو تحریم‌ها و مدت زمان توافق نهایی اختلاف نظر دارند. مذاکرات فشرده وزیران خارجه ایران و آمریکا در سه دوره و با مدت 7 ساعت طول کشید. کری و ظریف اصر روز چهارشنبه برای تنافسی کوتاه مذاکرات را ترک و دقایقی در خیابانهای ژنو پیاده روی کردند پس از پایان گفتگوهای کری و ظریف این مذاکرات در روزهای پنجشنبه تا شنبه 25 تا 27 دی ماه میان هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف دنبال می‌شود. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت به همراه حمید بعیدی نژاد، داوود محمدی نیا، پژمان رحیمیان در یک سوی میز مذاکرات و های آمریکایی وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، ویلیام برنز، معاون سابق وزارت خارجه و جیکوب سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ در سوی دیگر آن خواهند نشست. پس از بنبست در مذاکرات هسته‌ای در آذرماه ایران و شش قدرت بزرگ گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه های هسته‌ای ایران را از سر گرفتند. به نظر این کشورها، توافق هسته‌ای با ایران برای کاهش خطر جنگ در منطقه خاورمیانه ضروری است. پیشتر محمد جواد ظریف گفته بود در صورتی که غرب حساسیت های مسلمانان را در نظر بگیرد، مذاکرات آسانتر خواهد بود. آقای ظریف همچنین پیش از شروع مذاکرات به خبرنگاران گفت این مذاکرات آمادگی دو طرف برای پیشرفت به جلو و رسیدن به توافق اتمی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای و رفع های اقتصادی را نشان می دهد. روز یکشنبه 28 دیما معاونان وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه نیز به ژنو خواهند آمد و مذاکرات اصلی میان ایران، و گروه پنج به علاوه یک در سطح معاونان وزیر ادامه خواهد یافت. قرار است معاونان وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک به سرپرستی عباس عراقچی و هلگا شمیت نیز روز یک شنبه 28 دیما در ژنو با دیگر دیدار و آخرین تحولات و نتایج مذاکرات را بررسی کنند. بنا به گفته مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان محمد جواد ظریف روز پنجشنبه 25 دی برای دیدار با فرانک والتر اشتاین مایر همتای آلمانی خود به برلین سفر می کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان افزوده طرفین مذاکره کننده به تدریج به نقطه هایی رسیدند که باید تصمیمات سیاسی لازم را اتخاذ کنند. وی همچنین یادآور شد که تا ماه مارس سال جاری باید تصمیم نهایی بر سر پایه های عمده توافق گرفته شود و تا هفت ماه دیگر نیز جزئیات این توافق همه جانبه نهایی گردد. وزیر امور خارجه ایران پس از برلین آزم بروکسل می شود تا با فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. ظریف روز جمعه 26 دیما به پاریس خواهد رفت تا با لوران فابیوس همتای خود ملاقات کند. آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در ماه نوامبر 2014 در وین انجام شد اما طرفین نتوانستند به توافق مورد انتظار برسند این مذاکرات سپس هفت ماه دیگر تا تیر ماه 1394 تمدید شد آمریکا در پی جلوگیری از انباشت اورانیوم غنی شده در ایران و احتمال دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است مسئله ای ایران اما لغو یکباره همه تحریم هاست. مقام های ایرانی می گویند در صورتی موافقت نامه هسته ای با گروه پنج به علاوه یک را امضا می کنند که همه تحریم ها علیه تهران به سرعت لغو شود. برخلاف ایران، بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواهان برداشته شدن تدریجی و گام به گام تحریم های وضع شده علیه ایران است. علاوه بر آن، وی برای برداشته شدن این تحریم ها به موافقت کنگره نیز نیاز دارد. در حال حاضر نمایندگان جمهوری خواه در کنگره اکثریت را در دست دارند و آماده می شوند تا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کنند. سامانتا پاور نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن هشدار به کنگره درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران می گوید تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط جاری دستیابی به توافق هسته‌ای نهایی را به خطر خواهد انداخت. در همین حال مرزیه افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ای ایران گفته است هر وقت احساس کنیم مسیر مذاکرات متناسب با خواست ما نیست تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهیم کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر استانیش به بوشهر به مردم وعده داد که تلاش برای لغو کامل تحریم ها ادامه خواهد داشت او از گروه پنج به علاوه یک خواست که برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای شتاب کنند و وعده داد که ایران برای همزیستی مسالمت آمیز با جهان می کشد. وی هشدار داد که چنانچه تحریم ها علیه ایران لغم نشود متضرر خواهند شد. به دستور مهدی خودبخش معاون دادستان تهران به مقامات زندان اوین از اعزام از درمانی عبدالفتاح سلطانی، اکبر امینی ارمکی و محمد امین هادوی به خارج از زندان ممانعت به عمل آمده است. این در حالی است که پیشتر این هماهنگی با مجوز دادستانی صورت گرفته بود اقدامات غیرقانونی و تضییع حقوق زندانیان سیاسی از سوی این مقام دادستانی اخیرا شدت گرفته و چندی پیش نیز با دستور وی تعدادی از زندانیان از ملاقات حضوری محروم شدند امیر میرزایی حکمتی تفنگدار سابق دریایی آمریکا که بیش از سه سال در ایران زندانی بوده در نامه از زندان به حسن روحانی هرگونه پیشنهاد ایرانی ها برای مبادله زندانی میان آمریکا و ایران برای آزادی خود را رد کرده است این نامه که روز چهارشنبه توسط خانواده آقای حکمتی منتشر شد توسط وکیل وی برای حسن روحانی ارسال شده اما دولت ایران هنوز پاسخی به آن نداده است ماری هار سخنگوی و وزارت خارجه آمریکا دیروز این خبر را تایید کرد اما جزئیات بیشتری ارائه نداد بیش از سی ایرانی در آمریکا به جرم کلاهبرداری و مواد مخدر محبوس هستند امیر میرزایی حکمتی که در تابستان نود برای دیدار مدر بزرگش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شد کیوان سمیمی بهبهانی فعال ملی مذهبی و مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه که از پنج سال پیش در زندانهای اوین و رجای شهر محبوس است با وجود عدم تکمیل روند درمان در بیمارستان به زندان رجای شهر منتقل شد. این فعال حقوق بشر که فردای انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت شد با حکم 6 سال حبس و 30 سال محرومیت از فعالیت سیاسی محبوس است. این سومین بار است که روند درمان و معالجه این فعال سیاسی 66 ساله ناتمام میماند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده است پرونده جیسون رضاییان خبرنگار بازداشت شده واشنگتن پست با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شده است دادستان تهران همچنین گفته است نرم افزارهای ارتباطی موبایل باید فیلتر شوند دادستان تهران گزارش ها درباره توافق دولت و قوه قضایی بر سر عدم اجرای حکم فیلترینگ برخی از نرمافزارهای ارتباطی را تکذیب کرد و گفت که این نرمافزارها طبق دستور قضایی باید فیلتر بشوند. عباس جعفری دولت آبادی گفت اخیرا برخی از سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق رؤسای دو قوه قضایی و مجریه برای مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ نرمافزارهای ارتباطی منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. اظهارات آقای دولت آبادی واکنشی به گزارش خبرگزاری مهر است که گزارش داده بود حکم فیلترینگ که شبکه های اجتماعی موبایل به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری ابلاغ شده اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشته است. دادستان تهران این گزارش را خلاف واقع نامیده و به رسانه هایی که آن را منتشر کرده اند تذکر داده است که از انتشار چنین اخباری خودداری کنند. دستور قضایی برای فیلترینگ نرم های لاین و تانگو چهارشنبه هفته گذشته صادر شد اما سه روز پس از آن مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران گفت که هنوز در این ارتباط تصمیمی گرفته نشده است. آقای پورمحمدی محمدی روز هجده دی نیز گفته بود در قوه قضایی شکایت های زیادی از این برنامه های ارتباطی به دلیل تهدید اخلاق اجتماعی و سلامت خانواده ها مطرح شده است. بخش دیگری از اظهارات دادستان تهران به علی متحری نماینده مجلس شورای اسلامی و پاسخ اخیر او به اتهام زنی قوه قضایی اختصاص داشت. آقای متحری گفته بود نوار اظهارات صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضایی را در اختیار دارد که سه سال قبل در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس بیان کرده که محمود احمدی نژاد دو نامه جداگانه برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته است. حال دادستان تهران از علی متحری خواسته است که این نوار را برای بررسی تحویل مقامات قضایی بدهد. علی متحری پیش از این در نامه‌ای به صادق لاریجانی ادعای او درباره صدور حکم شورای امنیت ملی ایران برای حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را مورد تردید قرار داده بود. در نامه یاد شده آمده است امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی نژاد که به گفته خودتان دوبار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است. این نامه اما واکنش شدید قوه قضایی را به دنبال داشت که علی متحری را به نشر اکازیب متهم کرد. با این حال آقای متحری گفت که نوار اظهارات آقای لاریجانی وجود دارد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره جیسون رزاییان نیز گفته برخلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود مادر جیسون رزاییان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد همزمان با این اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای مذاکره با جان کری وزیر خارجه آمریکا بر سر پرونده هسته ای ایران به ژنو رفته است در این خصوص گفت این یک مسئله قضایی است و ما ناگزیریم صبر کنیم تا دستگاه قضایی امور را پیش ببرد اما در عین حال تلاش می کنیم تا آنجا که امکانش را داریم کمک کنیم جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران از شش ماه پیش بدون داشتن وکیل در زندان اوین به سر میبرد با وجود برگزاری جلسه دادگاه برای تفهیم اتهام به او هنوز کسی از اتهامات مطرح شده علیه این روزنامه نگار آگاه نیست جیسون رضاییان از سال 2012 ریاست دفتر واشنگتن پست در ایران را بر عهده داشته است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت در مذاکرات صلح مسکو و قاهره به گروه های سوری مربوط است در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه گفت گروه های سوری در نشست مسکو مشارکت نکنند اهمیت نقش آنها در روند مذاکرات را از دست خواهند داد در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه ضمن اعلام حمایت آمریکا از تلاش‌های روسیه برای برگزاری گفتگو میان طرف‌های مختلف سوری ابراز امیدواری کرد طرح ابتکاری روسیه بتواند مفید واقع شود پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه حضور خود در اجلاس آستانه را مشروط کردند دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد سران اوکراین فرانسه و آلمان در گفتگوی تلفنی خود اعلام کردند در صورتی آماده شرکت در این اجلاس هستند که در اجرای توافقنامه صلح مینسک پیشرفت حاصل شود برگزاری نشست گروه تماس اوکراین و اخذ نتایج مثبت در اجلاس چهارجانبه جانبه وزیران امور خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان از شروط دیگر سران سه کشور برای شرکت در اجلاس آستانه اعلام شده است. گروه تماس اوکراین از نمایندگان دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور و روسیه تشکیل شده و نشستهای این گروه تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود. انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در صفحه نخست شماره جدید نشریه شارلی ابدو در فرانسه انتقادهایی را در جهان اسلام از جمله جمهوری اسلامی را برانگیخت. نشریه یال ساراتل الحسین وابسته به گروه انصار حزب الله در آخرین شماره خود حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در فرانسه را پدیده ای مبارک خواند. انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در صفحه نخست شماره جدید نشریه شالی در فرانسه انتقادهایی را در جهان اسلام از جمله جمهوری اسلامی ایران برانگیخت. هفتهنامه یال سارت الحسین در صفحه گزارش خود با عنوان نگاهی متفاوت به مسئله حمله به دفتر نشریه شالی دو قتل به گفته این نشریه سبکنندگان پیامبر اسلام را پدیده ای مبارک در فعل این ماجرا دانسته که باید حساب آن را از فائلان آن جدا ساخت این نشریه همچنین تاکید کرد اجرای به گفته این نشریه کیفر مشروع سب نبی ربطی به عمل تروریستی گروه داعش ندارد تبریک به امت محمدی از جمله دیگر تیترهای صفحه نخست این نشریه به مناسبت حمله به شالیب دوست. انجمن روزنامه مسلمان نیز از گروه های وابسته با اصولگرایان نیز در بیانیه ای با اشاره به حمله به نشریه شالی دو نوشت جریاناتی که بیمهابا اعتقاد یک امت را به سقه می گیرند در حقیقت مبنای تروریست را پایگذاری می کنند. نوری همدانی از مراجع تقلید قوم نیز روز چهارشنبه درباره حمله به نشریه شالی دو گفت امروزه همان کسانی که در گروه های فعالیت داشتند در کشورهای خود دست به کشتار میزنند تا این حوادث را به نام اسلام تمام کنند. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این بارها گروه داعش و همچنین گروههایی نظیر القاعده را ساخته ای کشورهای غربی خواندند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به چاپ کاریکاتوری جدید از پیامبر اسلام در نشریه شالی ابدو گفت احترام به مقدسات داشتن روابط احترام آمیز را راحت تر می کند و اگر دست به بی احترامی و ارزش ها و مقدسات یکدیگر بزنیم قادر نخواهیم بود وارد یک گفتگوی جدی شویم. مرزی افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز رسما ضمن محکوم کردن انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام بر روی جلد شماره جدید نشریه شالی ابدو گفت در غرب از آزادی بیان سوء استفاده می شود. و باید جلوی آن گرفته شود اتحادیه جهانی علمای دینی مسلمان نیز انتشار طرح روی جلد شالی ابدو را نامعقول عنوان کرد در واکنش دیگر دادگاهی در ترکیه دستور مسدود ساختن سایت هایی را صادر کرد که تصویر روی جلد شالی ابدو را منتشر کرده بودند یالچین اکدوغان معاون نخست وزیر ترکیه که در مورد شبکه اجتماعی توییتر سخن می گفت تاکید کرد که هر کس با انتشار طرحهای پیامبر اسلام ارزش های مقدس مسلمانان را نقض کند متهم به تحریک اذهان عمومی خواهد شد محمد احمد حسین مفتی اعظم بیت المقدس نیز گفت انتشار کاریکاتورها پیامبر را بی اعتبار کرده و به احساسات تقریبا دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان توهین می کند وی در همین حال هر گونه تروریسم را محکوم کرد علمای دینی دانشگاه الازهر قاهره نیز از همه مسلمانان و جان خواستند تا کاریکاتور منتشر شده در شالی ابدو را نادیده بگیرند آنها در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کردند گفتند مؤمنان باید در برابر وسوسه ایجاد نفرت مقاومت کنند خبرگزاری بلگا در بلژیک نیز خبر داد که چهار کیوسک روزنامه فروشی در بروکسل پیش از فروش نشریه شالی ابدو با نامههایی به اقدامات تلافی جویانه تهدید شدند این نامه‌ها در منطقه ژت بروکسل یافت شدند بنا به این گزارش دادستان کشور بلژیک این تهدیدها را جدی تلقی کرده و برای یافتن ردپای عامل یا عاملان آن از تمامی فناوری ها و تصاویر دوربین های ناظر استفاده شده است در همین حال فرانسه کشوری که تا چندی پیش با داشتن بیش از 600 هزار تن یهودی یکی از بزرگترین جوامع یهودی جهان را داشت در پی حمله مسلحانه مهاجمین به یک سوپرمارکت یهودیان در جنوب شرق پاریس تدابیر امنیتی را در کنیسه ها و مؤسسات یهودیان افزایش داده است از 600 هزار تن یهودی فرانسه اکنون 478 هزار تن یهودی در این کشور باقی ماندند که کمتر از 8 دهم یک درصد از جمعیت فرانسه به حساب می آیند. اکثر یهودیان فرانسه که در سالهای اخیر در زمینه نگرانی از رشد احساسات ضد یهودی در این کشور از فرانسه رفته اند راهی آمریکا و کانادا شدند و اسرائیل را سومین اولویت آنها به حساب می آید. روزنامه جمهوریت ترکیه بخشهایی از شماره جدید مجله شارل ابدو را منتشر کرد در پی ممانعت پلیس این کشور از توضیح این شماره از روزنامه جمهوریت جمعی از روزنامه نگاران و شخصیت های سیاسی مخالف دولت اقدام پلیس این کشور را محکوم کردند. به نام امینی خبرنگار ما از ترکیه و جزیات بیشتر از میان روزنامه های مختلفی که تقاضای انتشار همزمان شماره جدید نشریه شالیه دو رو داده بودن تنها روزنامه ایتالیایی ایلفاتو و روزنامه جمهوریت ترکیه مجوز انتشار این نشریه رو دریافت کرده بودند به تعبیر دیگه باید گفت که روزنامه جمهوریت تنها روزنامه‌ای در کشورهای مسلمان هست که اقدام به انتشار شماره جدید شالیه دو کرده اگرچه این نکته رو هم باید اضافه بکنم که این روزنامه اصولاً سیاستاش در جهت طرفداری از یک نظام لاییک در ترکی ترکیه است از رسانه منتقد دولت اسلامگرای ترکیه استش بر روی مسئولان این روزنامه گفتم به منظور همبستگی با کارکنان نشریه شالی دو و در دفاع از آزادی بیان وظیفه خودمون دونستیم از این نشریه حمایت بکنیم مسئولان روزنامه جمهوریت حتی گفتن از این پس نیز اقدام به انتشار نشریه شالی 2 به زبان ترکی خواهند کرد اما بر این موضوع هم تاکید کردند که حساسیت های مذهبی در جامعه torceiro کارشون لحاظ خواهند کرد روزنامه جمهوریت که چهار صفحه از شماره روز چهارشنبه خودش رو به این موضوع اختصاص داده بود البته روز بدون تنشی رو هم پشت سر نگذاشت ابتدا پلیس مانع توضیح روزنامه شد ولی در یک اقدام فوری مسئولان روزنامه حکم موافقت دادستانی رو در این باره گرفتن و به توضیح روزنامه پرداختن همزمان با توضیح روزنامه ادهی از شهروندان اسلامگرای ترکیه نیز با تجمع و مقابل دفتر این روزنامه نسبت به این موضوع اعتراض کردن ادهی از معترضان حتی اقدام به سوزاندن صفحاتی از روزنامه جمهوریت کردن پلیس هم سه نفر از معترضان رو که قصد ورود به دفتر روزنامه رو داشتن در این رابطه دستگیر کرد البته پلیس تدابیر امنیتی شدید رو در اطراف دفاتر این روزنامه در شهرهای استانبول و آنکارا به کار بسته حتی برخی از خیابان‌های اطراف دفتر روزنامه توسط پلیس نیز بسته شده فعلا واکنش‌ها در میان افکار عمومی نسبت به این اقدام روزنامه جمهوریت بسیار بالا هستش باید در روزهای آینده تیفای مذهبی و یا مراجع قانونی چه واکنشی به این موضوع خواهند داشت هرچند از لحاظ قانونی باید گفت که مطابق با ماده 216 قانون مطبوعات ترکیه هرگونه تحریک یا توهین به ارزش‌های دینی جرم محسوب میشه و از 6 ماه تا یک سال مجازات زندان براش در نظر گرفته شده اما باید دید مراجع قانونی در ترکیه در مواجهه با شکایات احتمالی این اقدام روزنامه جمهوریت رو در چه جهتی تعبیر و تفسیر خواهند کرد اما در امتداد همین رویدادها هم اضافه بکنم که روز چهارشنبه هم دادگاه شهر دیاربکر حکم بسته شدن چهار سایت اینترنتی که اقدام به انتشار کاریکاتورهای نشریه شالیه دو کرده بودن رو صادر کرده در فرانسه فرانس و اولاند رئیس جمهوری این کشور در اولین نشست بین المللی دول عرب بار دیگر تروریسم را تقبیح کرد. در خبری دیگر از این کشور برخورد یک اتومبیل با یک پلیس حادثه دیگری را رقم زد که نگرانی مقامهای این کشور را به داشت و در تحول دیگر امروز پنج تن از قربانیان حادثه تروریستی مجله شارلی ابدو به خاک سپرده می شوند. محمد رضا شاید خبرنگار ما از پلیس و جزئیات بیشتر از این سه صبح امروز اولین نشست بین المللی دول عرب در انستیتوی جهان عرب افتتاح شد در حضور آقای فرانسا اولاند رئیس جمهور و همینطور آقای جک لانگ مدیر این انستیتو که پیشتر در زمان آقای میتران وزیر فرهنگ بود طبیعی بود که آقای اولان در سخنان خودش به مسائل جاری اشاره بکنه و از جمله بگوید که برای فرانسه اخلاق و آزادی و دموکراسی مسئله است غیر قابل بحث و همینطور گفت که متاسفانه افراطیگری اولین قربانیانش رو بین خود مسلمانان انتخاب میکنه و لطمهی که به مسلمانان وارد میشود دقیقا از همین مسئله افراطیگری است از جمله خبرهای دیگری که باید در مورد فرانسه گفته باشم دیشب آقای اولاند فیلارمونیای پاریس رو افتتاح میکرد جایی که به رقابت با فیلارمونیای نیویورک و برلند خواهد رفت به خاطر بهترین کیفیت صدا در جهان و به هنگام بازگشت در کوچه روبروی کاخ الیزه یک اتومبیل با سرنشینانش چهار جوان در جهت معکوس رانندگی میکردن و با یک پلیس تصادف کردند این پلیس مجروح شد دو تن فراری و دو تن دستگیر شدن و آقای اولان شخصا به داخل آمبولانس رفت و با پلیس مجروح دیدار کرد هنوز تحقیقات کامل منتشر نشده است خبر دیگر اینکه که امروز پنج تن از قربانیان حوادث تروریستی نشه چارلیب به خاک سپرده خواهند شد ولانسکی در پرلاشز تینوس در مونپارناس و همینطور پلیس محافظ که نام کوچک فرانک داشت و روی یک پارچه بزرگ نوشتن که ما همه فرانکی هستیم کاری که در انستیتوی جهان عرب هم نوشته بودن ما همه چارلی هستیم باید گفته باشم ابتکار تأثیر بار در این مراسم خاک سپاری این است که برخی از همکاران برخی از علاقمندان و اعضای خانواده با کاریکاتورها و قلم به دور تابوت جمع شده و نقاشی هایی رو روی تابوت انجام دادند. البته به خواسته خانواده ها تمام این مراسم دور از دوربین های تلویزیون انجام گرفته است پاریس تلویزیون ایران فردا هاشمی رفسنجانی با مهم توصیف کردن دو انتخابات سال آینده برای کشور گفت باید تلاش انتخاباتی در چارچوب قوانین کشور باشد و نباید پا را از دایره اخلاق و قانون فراتر بگذاریم به گفته برخی درباره کسانی نگرانند که جز رأی مردم ابزاری ندارند آقای هاشمی رفسنجانی همچنین تعصب را موضوعی صریح در قانون اساسی دانسته و تصریح کرده احزاب می توانند با تمرین مردم سالاری و احترام به رأی اکثریت این فرهنگ را در جامعه تصریح دهند که البته شرط آن ارجحیت منافع ملی و اسلامی بر منافع باندی است سال آینده دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار می شود. جعفر پناهی کارگردان ایرانی امسال در 65 امین دوره جشنواره فیلم برلین با فیلم جدیدش تاکسی در بخش مسابقه حضور خواهد داشت. آقای پناهی که دوران محکومیت و ممنوع کاریش را می‌گذراند، فیلم جدیدش را در سکوت خبری ساخته است. آقای پناهی در فیلم جدیدش به عنوان یک راننده تاکسی در شهر تردد می کند مسافران مختلفی را در طول مسیر سوار کرده و با آنها هم صحبت می شود. یک شهروند 20 ساله آمریکایی که قصد حمله به ساختمان کنگره در واشنگتن را داشت دستگیر شد. به گفته پلیس فدرال آمریکا، وی همچنین با نام مستعار در توییتر پیامهایی در حمایت از گروه تروریستی داعش منتشر کرده بود. پلیس فدرال آمریکا FBI از دستگیری یک جوان 20 ساله به زن برنامه ریزی برای حمله به ساختمان کنگره در شهر واشنگتن خبر داده است. کریستوفر کورنل شهروند 20 ساله آمریکایی روز چهارشنبه 24 دی زمانی که در فروشگاهی در ایالت اوهایو در حال خرید دو سلاح نیمه خودکار و 600 عدد فشنگ بود دستگیر شد. وی متهم به تلاش برای قتل ماموران پلیس و کارمندان دولت شده است. طبق اطلاعات مندرج در اسناد دادگاه، کریستوفر کورنل چندی پیش یک حساب کاربری با نام مستعار راهیل محروس عبیده در توییتر ثبت و اقدام به نوشتن پیامهایی در حمایت از گروه تروریستی داعش کرده است. او از ماه اوت سال 2014 چند ماه پیش از دستگیری تحت نظر ماموران امنیتی بوده است. کریستوفر کورنل همچنین متهم به ارسال پیامی به یک خبرچین اداره تحقیقات فدرال است که حکایت از نیت وی برای انجام چند اقدام تروریستی در خاک آمریکا از جمله سوء قصد به جان چند مقام رسمی دولت در واشنگتن داشته است. در اسناد دادگاه ادعا شده است که کریستوفر کورنل در جریان دیداری با خبرچین اف بی آی در ماه نوامبر 2014 اعضای کنگره را دشمن دانسته و گفته است که میخواهد به ساختمان کنگره حمله کند. طبق اسناد جمع شده توسط اف این جوان 20 ساله به خبرچین اداره تحقیقات فدرال گفته بوده است که قصد دارد چند عدد بمب لوله ساخته و در نزدیکی ساختمان کنگره جاگذاری و سپس آنها را منفجر کند. در نهایت نیز با استفاده از سلاح به سمت کارمندان و مقامات کنگره تیراندازی و آنها را به قتل برساند. به گفته مقامات ایالت اوهایو کریستوفر کورنل پیش از آن که بتواند راهی واشنگتن شود دستگیر شده و از همین رو مردم هیچگاه در خطر نبودند با این همه هنوز مشخص نشده است که برنامه های وی برای انجام ترور در ساختمان کنگره تا زمان دستگیریش تا چه مرحله پیشرفت داشته است. دستگیری این مرد 20 ساله در ایالت اوهایو تنها چند روز پس از آن رخ می دهد که یک مرد دیگر در همین ایالت به تلاش برای کشتن جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا متهم شد. مایکل هویت متصدی بار در یک کلوب تفریحی بود که احتمالا قصد داشت رئیس بانفوز و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا را با مسموم کردن نوشیدنیش به قتل برساند. کنگره آمریکا دو مجلس سنا و نمایندگان را در خود جای داده است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مدتها پیش هشدار داده بود بزرگترین خطر تهدید کننده برای آمریکا تروریست هایی هستند که به طور انفرادی و بدون داشتن وابستگی به گروه های تروریستی نظیر القاعده دست به انجام حمله میزنند. تشکل راه سبز ایران مالزی رسام با صدور بیانی از حسن روحانی رئیس جمهور خواست اگر توانایی عمل به وعده انتخاباتی خود مبنی بر رفع حصر سران جنبش سبز را ندارد پرونده حصر را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دهد تا دادگاهی علنی و قانونی برای محصوران برگزار شود، در این بیانیه آمده است حاکمیت بداند که از نگاه ما دولت آشوبگران به تاریخ پیوسته و آنان که با دزدیدن شارهای انقلاب پنجاب و هفت بزرگترین فسادهای تاریخ معاصر را انجام دادند در انتخابات 92 به حاشیه رانده شدند. اما آخرین خبر این که ستاد امنیت وزارت کشور ایران اجازه احداث خط لوله نفت در منطقه سیستان و بلوچستان را به دلیل ناامنی صادر نکرده است. علیرضا کدیور مدیرعامل خط لوله و مخابرات نفت در منطقه جنوب شرق با اعلام این خبر گفت وزارت کشور به وزارت نفت دستور داده که برای احداث خط لوله نفت نباید وارد این منطقه شود. این نخستین بار نیست که ایران مجبور شده به دلیل ناامنی در داخل و یا در کشورهای همجوار برخی از پروژه های نفت و گاز خود را تعطیل کند ظهور گروه داعش در عراق نیز پروژه صادرات گاز ایران به عراق را متوقف کرده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه هستید از شما دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که فل فاصله پس از خبر پخش میشود شب روز شما خوش